عزیزان. سلام، سلام علیکم ناصر خان، بیا تو بفرما، حالت چطوره؟ قربون شما، ببینم شما چطوره؟ ای زنده ایم، خدا رو شکر، خوشحالم کردی ناصر. قربون محبته، لطفت پاینده. یه چند روزی دیر کردی. درست آمیرزا، اکبر تلاساز بهم گفت نامه یه چند روزی بود که اومده بود. خب کارو برا چطوره؟ تعریف کن ببینیم. چی بگم؟ تعریفا پیش شماست ناصر آقا. خوبی که؟ ای بدک نیستیم. خب بگو ببینم وضع تو چطوره؟ آه خیلی داغونه. وضع مام خیلی بده. دیگه نه کار هست و نه کسی که کار انجام بده. برای همین به اکبری نوشتم که پیدات بکنه. باز به شما میشه اطمینان کرد. راستی ببینم علی اصلانو دیدی؟ نه چطور مگه؟ هیچی. کاروبارش سکه است. دیگه مارم نمیشناسه. اینم میدونم که اون تو رو لو داد و خودشو به اینجا رسون. پول خوبی بود، حالا کافه دار شده. حالا دیگه نمیخواد فکرشو بکنی. بیا بریم. بیا بچه ها شما سرتون تو کارتون باشه. آمیرزا اول بگم که یه خود پول میخوام. پول؟ خب اونم یه فکری واسه کردم. بسا بودو دو چایی ورده بیار. بودو جانم. آمیرزا، کار نون آبداری هست؟ یه دقیقه صبر کن جونم، چقدر عجله داری؟ بیا، اینم پول. قربون شما. کارش خوبه، ولی باید هر دومون زور آخر رو بزنیم. البته یه خورده مشکله، ولی برای تو نه، واسه اینکه امیدمون به توه. بله بله. میدونی منم وضعم خرابه، فقط یه خورده پول واسه همین کار جور کردم. آره اکبری از آبادان نوشته بود که تو تازه مرخص شدی. البته خیلی ها بودن، ولی من دنبال آدمش میگشتم. اینه که منتظر شدم اقلا تو بیای بیرون. دیگه آدم این کارا کم پیدا میشه. بزرگترین کاری که الان انجام میدن، میرن کیف خانوما رو میزنن. البته اکبر آقا تو آبادان یه مقداری به این پول داد، گفت به حساب آمیرزا. آره آره، چون میدونستم که تازه مرخص شدی، احتیاج داری، برای همین براش تو کاغذ نوشته بودم که هرچی خواستی بهت بده. نه زیاد نخواستم. اکبرم وضعش خراب بود، فقط من راه انداخت. خب کی اومدی؟ دیشب. نه 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 نه، امروز صبح. دیشب قوم موندیم، هوا خیلی بد بود. صبح حرکت کردیم. بله آمیرزا، احضار شدم دیگه، با اجازه. اومدم اومدم. به 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 به، بفهمی اینه دو چایی تمی. دست در نکنی. هنوزم والا قلابی به این توریست موریست ها بالا میکنی. چه کنیم دیگه، خرج داریم، باید نون بچه ها جور بشه. ای روز دار. خب بریم سر اصل مطلب. اول بگم که یکی دو تا آدم میخوای. خود با تو کار دارن. کیه؟ کیه؟ خسرو خان خونم؟ بله. هی خسرو، خسرو ننه جون پاشو پاشو، لنگ زوره. ببین کی دمه در باد کار داره. الله اکبر، آخه پسر این که نشد کار، معلوم نیست شبا کدوم گوری میره که صبح نمیتونه از جاش بلند شه. خدایا شکرت، همه جوون دارن، ما هم جوون داریم. تو رو خدا نگاش کن. چیه ننه جون، نکنه بازم خوابت میاد؟ آره. میخوای واسه لالایی بگم ها؟ آره. همیشه تا لنگ زور میگیره میخوابه، بلند شو دیگه اکبری. چرا زودتر نگفتی ننه؟ جانم جان، ننه ننه ناصر خانه. ناصر خان دیگه کیه؟ به 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 ناصر جون، الهی که فداد شد. یعنی نیوه جبیره چه گنده شده. قربونت برم. چی شدی تو پسر؟ حالا کجشه دیدی؟ گاردگی گاردگی بذار 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 بذار. بس بس قربونت برم. بس پسر نگاه کن، موها رو نگاه، کجا سفیدش کردی؟ حالا مادرت چطوره؟
منو نشناس. بعد اصلا من خیلی شیکاره. بس برم پدرم بشه. با رفیقشو ببین. میخوای بری الواتی؟ حالا ما که هیچی، به فکر خودت باش. آخه این که وضعش نشد، کار باز خودش درست کرده. ننه من شب دیر میام. تو هر شب دیر میای. اخ ننه ننه ناصر خانه. مثل که مادرت ازت خیلی ناراحته. اون همیشه ناراحته، بی خیالش. بسا فکری عجیبه ها. میدی شب پری شبا بود که خوابتی میدیدم، وقتی که دم در دیدمت هیچ باورم نشد که تو برگشتی. راستی تو این مدت چیکار کردی؟ بابا انتظار داشتی چیکار بکنم؟ یه چند سالی بود که میواستی بگذره، بالاخره هم گذشت و تموم شد. ولی چه کشیدم، خدا نصیب دشمن آدم نکنه. الهی عمری. به جون تو منم از طرفه کلافه شده بودم، باز خدا پدر پروانه نامزدم و بیامرزه. تو با این غلط ها؟ بابا دوستش دارم. یه پرستار خیلی وقت باهاش آشنا شدم بعد از اینکه تو رفتی. دختر مامانیه، خیلی هم بهش مغروزم. مثل که روی تاکسی کار میکردی. آره تصادف کردم و خورد شد. تو از کجا فهمیدی؟ هیچی دیگه، از شیرین. انتظار داشتی از کجا بفهمم؟ آه درسته، یادم نبود. یه روز سوارش کردم. برام گفت قضیه تاکسی چی بوده. از یه تصادف کوچیک که آدم نباز خودشو ببازه. گنش کن. چاکرتم ناصر جون. قربونه تو. اصلا فکرشم نکن رفیق. نه دیگه چه فکری، فقط تو فکر اینم که قرض پروانه رو بدم. اونش با من. مرد باش پسر. قربونه. چی اشتباه؟ میدونی میخوام یه کاری بکنم که کار آخرم باشه. دیگه خسته شدم. ببینم ناصر جون که خوابی دیدی ها. آره دیگه دارم از کار میافتم. اینم میدونم که فقط یه فرصت واسم مونده، یه شانس. دلم میخواد یه شیرین حسابی بکارم و بکشم کنار. هزار تومن؟ آره در همین حدوده. این شار سرایدی دومن بکن. شاید هم بیشتر، همینقدر میدونم که خیلی جواهر اونجا هست. دوبلیت بگو عرفان آقا یک شایی برده بیاد. چه بگو سه بان بگو بیا این گرشون شو بسن. سیزده سری بفرمید. اونم چایی که خواسته بودیم. قربانتون. مثل چند تایی؟ جواهر فروشیه زیر یه هتله، ولی به دست آوردن یه همچین اطلاعاتی کار هر کسی نیست. آره میدونم، میدونم، ولی این کار از رو حسابه. دوبله وگل نکنه میخواید دستانا این کار بکنه. زیادم دستانا نه، ولی نه با هر کی. فقط ما دوتا. نه جون، حالی اگه بتونیم یک کسی رو پیدا بکنیم که تو هتل، منظورم هتل پالاسه، سر چهار استانبول، میدونی باید یک کارایی باشه. چون که ما باید از یکی از اتاقای روش بریم پایین. این طرف سرید جاور فروشیه زیر این اتاقه. اگه پیدا نکردیم چی؟ در صورت شانس بزرگی رو از دست میدیم. ساعت پنجه.
چطور مگه؟ تو که جلویی داری میبری؟ نه بابا، پروانه از بیمارستان مرخص میشه، باید برم بیارمش. تو هم بیا اگه تو رو ببینه خیلی خوشحال میشه. مگه از خودمون چیزی بهش گفتی؟ نه بابا، همینطوری میبری. نه من میرم یه سری به جواهر فروشی بزنم. بذار بعدا. خیلی خب بیا. راستی ناسه جون، با آدمای هتلم نمیشه اعتماد کرد. من یه رفیقی دارم به اسم آقا جلال، مکانیک، تو کار قفل و باز کردن این چیزا محشره. اصلا مطمئنه. بفرمید آقا. قربون یه انگشتر میخواستم رنگش قهوه‌ای باشه، منظورم نگینشه. بله، مردونه یا زنونه؟ البته که مردونه. اجازه بدین برای عروسی داشتم میخوام. مبارکه. اینا خوبه؟ اینا تلاش چطوره؟ خالصه؟ هیجده؟ البته. نگینه پر رنگتر نداری؟ نه آبا، این که خیلی قشنگه. باشه، ولی اگه به دست برادرم نخورد با خوبین خدمتون که عوضش کنیم. باشه، چشم، ایشالله مبارکشون باشه. قیمت چنده؟ 170 تومن. 170 تومن؟ بله. نگردار دست تو آقا دوماد. خب چطوره؟ خوبه؟ آره خوبه، از سرم هم زیاده. آره میدونم. ایشالله مبارکه. قربون تو، مرسی. ببخشین قربون، از این نگین دیگه پر رنگ شما این دارین؟ سلام عرض کردم. سلام علیکم. اون دفعه که گفتم جوری دیگه شون نداری. بله فرمودین. آخه آقا داده شما یک کمی مشکل پسنده. پاک برو دست انداخته داده. چطوره؟ قربونه تو داداش، خیلی قشنگه، خیلی. مبارکت باشه. قربونه تو. خب ولی این یکی 40 تومن از اون یکی گرونتره. اوش معنی نداره، بفرمی. اینم 40. بسم الله. متشکرم. قربونه. راست میگی؟ جون تو، مرگ من، تو ببینی حالا چیکار کنه؟ هیچی بابا، دختره رو بهش انداختن. حالا هم شوفره یه مدرسه ملیه، دلش خوشه که اگه بچه داشته اونجا درس میخونه. ازای شما حاضر. واسه خواستم یه چیزی بتوگیم. اومدم. خب چی میخواستی بگی؟ راست به این دوستی کار آخر منه، یعنی دیگه نمیتونم، فرصتشو ندارم. بهت چی گفتم؟ من حسابامو کردم، میرم آبادان. با پولی که از این دوزی گیرم میاد اونجا یه خونه یه طبقه جور میکنم و مادرمو پیش خودم نگهر میدارم. آخه یه خودم بذار اون زندگی بکنه، شایدم یه زندگی واسه خودم دست پا بکنم. یه چند سالیه که شیرین پای من نشسته، آدم تو این سن و سال میدونه که کی میخوادش.
اونم دست از آره نباش. حالا دیگه فرق میکنه، بیکاری خستم کرده، باید یه کاری بکنم که بیشتر دوستم داشته باشی یا لااقل بیشتر پلون باشی. حالا که رفیقم برگشته چه بهتر که با هم کار کنی. اینو قبلنم به هم گفتی، ولی من دیشب تنها بودم، منتظرت بودم. راجع به این مسئله صحبت نکن، خودت میدونی که عاشقتم، مردتم، حتی یه خود بدبینی، اونم رفیقمه، گردنم حق داره. آره رفیقت. زود باش موسی، انقدر با قلمت بازی بازی نکن، دلمون داره ضعف میره. قربون دستت، یه خود تونتا اومد بذارش همینجا. بفرمایید. بفرمایید ناساجو، تو نمیری من از این دوتا چشام بیشتر با آقا جلال اطمینان دارم، بعدا خودت متوجه میشی که یه دنیا صفا هست. خب بگو اینم، با آقا جلال گفتی که چی کار میخوایم بکنیم؟ آره با خیلی با هم صحبت کردی، ولی جایی رو که گفت دود از کلم بلند شد. من اونجا رو میشناسم، یه موقع امیر کوچیکه با اونجا نظر داشت، آخرش هم گفت نمیشه. ده. البته من نمیگم نمیشه، ولی میگم مشکله. یا لااقل خیلی مشکله. آره میدونم میدونم، درسته درسته، ولی این فکر از رو حسابه، از هیچ لازم نبینیم. این هتل چند تا اتاق داره؟ چه اتاق 55ش رو جواهر فروشی سواره، متوجه است که اونم برای خیام. آره آره فهمیدی. آره آتیش برسونی. بفرما خسرو جونم، بغل تو با چه چیز بهتره که گاف صندوق سوراخ؟ من فکر کردم با جود بهتره. تو چی فکر می‌کنی آقا جلال؟ سلا داره با سلامت کندن اسپارت خیابونه میکنه. آها حالا این کار حتمیه، تو برنامه هست الان برگشت برات میکن. بفرما. آره آره جونم حتمیه، همه چیزم دقیقه، فقط یه مقداری وسایل میخوایم که من تمامش رو این کاغذ یاد داشت کردم، باز ظرف همین یکی دو روزه دست به کار بشیم. متوجه. ترتیب جوش هم دادم، با گاز کار میکنیم، با کپسولای کوچیک، فهمیدین که در زمین. آقا جلال این کار باید خیلی سریع انجام بشه. بله بله متوجه. من همه چی رو با آقا جلال گفتم، در زمین کار اونم تو کاراشون میتونیم انجام بدیم، مگه نه؟ آره اونجا خوبه، البته این شب باشه بهتره. آره شب باشه بهتره. طرف چه میگن کارت محکم کاری عیب نمیکنه. خب مثلا میخوام پاس اصلا فردا شب راست اینم بهتون بگم که هممون یه جور سر میبریم دیگه. خب یه سر. آره. نه کمتر نه بیشتر. گیلاست بیار جلو. خب چطوره با سهم مساوی موافقین یا نه؟ خوبه؟ آره خوبه، خیلی هم خوبه. در زمین جای گاراژ خودت آره. میدونه تو ترسوی نرسیده به چاره خوش. آره میدونم ناصر جون، اگه ساعت 8 اونجا باشیم خوبه. سلام. شوهرم کار جالبی بشه. جالبش بعدن. سلام. نوش. شما. راستی اینم بگم برای بچه‌ها، ما یه ماشین میخوایم، یه ماشین خیلی شیک، حتی اگه شده کرایه بکنیم. بانگاه معمولا ماشین رو با راننده میدم، ولی جلال میتونه گیر میاره. برای یه شب میشه جور کرد. آخه میارم برای تعمیر. اینه که میشه جور کرد. فقط باید یه خورده دردکاری بشه. آره یه خورده دردکاری بشه به داغونن، ولی مهم نیست، خودم ترتیبش میدم. یه ماشین یک واسه اون شب جور میکنم، یه ماشین مکاش شهر که ما. پس میتونیم فردا شب قرار کارو بزنیم. بله مطمئن. موسیا حساب ایسه بدیم و حساب کنیم. بله فرقی نداره.
با اجازه. البته اینم بگم که اگه فکر بهتری راجع به این موضوع داشتین فردا شب مطرح میکنیم. باشه، فقط شما فردا ترتیب وسایل بدین، پولم برای خرید من امشب به خسرو میرم. خیر، 37 تا 500 میشه. بله بله بچه دست شما داده خوش فرد خوش بود با جلال میکنی کار اون هاش دیر اون شبه لپه هست. سلام علیکم آقا جلال. سلام خطرخا. نبینم زیر ماشین میری. دارم رو براش میکنم، ماشین خوبیه، بروه. به صاحبش قول دادم تا یک دو روز دیگه تحویلش بدم، البته بعد از اینکه باش کارونه انجام دادی. حاضری بریم وسایل بخری؟ یه خورده صبر کن ببینم. لاستیکم خیلی داغون شده ها. آره تو مدت خیلی درد کشیده. بچه ها چه بیا خیلی خوش آمده این که گفت همه یه سر میبری. این خیلی منصفانه. راستی خسرو خان چیه؟ تو قبلا باش کارمار کردی؟ چطور مگه؟ هیچی فهمیدی بدونم حسابش خوبه یا نه. آو چه جوره؟ کار مال خودشه. نه بابا مال یه پیر برده. از بد شد. چرا؟ از کجا معلومه اونم مثل این باشه؟ نه بابا ما با خودش طرفی. خب اگه حاضری بریم بنده لباسم عوض کنم. الان میام. اختیار کنیم بچه ها. کار کندن آسفالت از فردا شروع میشه. کار ما هم همینطور. سلام. سلام خسته نباشی. قربون شما. تعمیرش کردی؟ آره به موتورش رسیدم محشره. آها خب وسایل حاضره یا نه؟ آره همه چی حاضره تو ماشینه. ناصر خان شما از این ور سوار شید، شما برید از اون ور سوار. باش میام. زودتر سوار شو خسرو. چش را بیام.
اینجا توقف ممنوعه. این چمدونه داشته باش. من یه لحظه ماشین رو ببرم بذارم برای خیابون فردوسی. خیلی خوب. چرا داره میاد؟ اومدش. هی بچه، هر تا روز ماشین گذاشتم برای خیابون، اومدم تا کار شما رو بندازم. قربون تو. بعد میبرم میذارمش تو پارکینگ. سلام. سلام. بفرمایید خواهش. حالتون چطوره؟ مرسی. دو تا اتاق میخواستم برای یه شب. یه شب؟ بله. بسیار خوب. لطفاً شناسنامه رو بفرمایید. ان شاء الله شب راحتی داشته باشین. بفرمایید. قربون شما. با آقایون گفتم اینجا جای راحتیه. آقایونو با اتاقشون راهنمایی کن. متشکرم. چشم، بفرمید. خوش آمدین. متشکرم. تو بچه اینجا اتاق خیلی خواهش میکنم بفرمی بیا جنب اینم الان تو خیلی متشکرم ممنون قربان خب بچه ها گوش شیطان کرد بعد نشد تا اینجاش که به خیر گذشت باید ببینیم بعدش چی میشه من میرم ترتیب ماشینه بدم گذاشتمش برای خیابون فرانسوی الان برمیارم ببین جلال باکینگو که میدونی کجاست بیا اصلا بسر کن بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا اینه داشته باش باشه پیش تو لازمت میشه خب در این صورت باید ترتیب شما برای برو 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 شما کمی مشغول بشه برو برو بگی ببینم Thank you.
دیگه باید دست به کار شد. تو مواظب باش. خوشو بسیاره بند و وسطی بیار. خوشو همشو بزرز. Thank you.
پلیس، پلیس. ساعت شیشه. بله
سلام. خودتون فرموده بودین ساعت 6 بیدارتون کنم. صبحانه اینجا میخوره یه رستوران. نه، میرم بیرون. هر طور میل شماست. با اجازه. صورت حساب و شناسنامه‌تون بفرمایید. متشکرم. چیزی نیست، فقط داره خون میاد. خب جلال جون برو یه دبا خونه. کدوم یکی بازه الان؟ تو تحضیرم شو یکی هست. اینم دبا خونه. خب من میرم تو دبا خونه یه چیزی بگیرم واسه زخمت. همین الان برمیگردم. این بلوز منم بگیر چون که خونیه. فقط زود بیا، ممکنه ماشینه بشناسن. خیلی خب یه خود سوتا خوزو جون، تو سر صورتت خونی، بهتره که رو دوشک دراز بکشی. دراز بکش بکن. Thank you.
شما گفتین که قبلا زنگ زده بودید و چیزی خواسته بودید، بله؟ بله قربان، قبلا زنگ زده بودم. و وقتی که اون سه نفر در زدن فکر کردید مستخدمه، بله؟ بله قربان، اینقدر ازم سوال نکنین، تمام اعصابم دارم. جناب سلمان تشریف بیارین، بله؟ از اینجا وارد مغازه شدم، تهرون استراحت کنم. از اینجا وارد شدم، بله، 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 میدونم. تو رو خدا نگاه کنین چی کار کردم، خاکا رو ریختم تو کشو. جناب سلمان، این بیل چسب قربان، برش من مثل که با این دهنشو بستم. بله همینطوره. بیا اینم بگیر سرکار. چشم سار، اجازه بدیم عکس بگیرم. لطفا بشین، میخوان عکس بگیرم. بله مرسی. معذرت میخوام جناب سروان، فکر میکنین که بشه نتیجه گرفت؟ شاگرد جواهر فروش اومده. متشکرم. صاحبش کجاست؟ سلام قربان. من شاگرد این مغازم، به صاحبش تلفن کردم که بیاد. آها، میتونی بگی چقدر سرعت شد؟ اگه جون بخوری امونت نمیتونم. چی شد؟ کافه خون بگیم. مگه برای خود ما هم بخوری؟ اگه نمیتونی همه کنم برم. باید هرچی میگم گوش کنی. بپیچ تو این کوچه لحظه رسی. یالا بپیچ. فقط پیاده شو. بی پایین. بیا پایین. بتونی تو باشگاه شاهین پیداش کنیم. کجاست این باشگاه؟ تو کوچه ملی، معمولا روزه یه سر اونجا میزنم. قربون تو بگم که اومدی سراغش؟ آره بگو که اومدم سراغش، بازم میام. چش باش. یه دقیقه باستا
آسف کن، سب کن، سب کن. میذاری در میری؟ نامرد، نمیدونستی بالاخره گیرت میارم. من اگه میخواستم درم چه صداد نمیکردم. یا حرف نزن. گوش کن چی میگم. نمیخواد چیزی بگی، برو تو ماشین. خسرو چیکارش کردی؟ گفتم خسرو چیکارش کردی؟ اینقدر شلوغش نکن. من اگه شیف برده بودم که صدات نمیکردم اینجا منتظرتم بودم. گند ماشین شبلت در اومده، صاحبش رفته شکایت کرده. پلیس هم ریختن تو گاراژ. ببین رفیق نامرد چه روزی برام آورده. برو تو ماشین. حرکت کن. اشتباه کردم، من بهش اطمینان کردم، گفتم بابا هممون یه جور سهم میبریم، حالا هم واسه خودش درد سر درست کرده، هم واسه ما. آخه ما دیگه پامون گیره، نمیتونیم از حقمون بگذاریم. نمیدونم تو رفاقت چجوری این حسابو کرد. رو خدا اگه دیدیش بگو یه سریم به مادرش بزنه، عوض این که بره دنبال کار دامه اون دختره رو گرفته و شب و روز تو خونه اونه. خونه دختره میدونی کجا؟ من نه، ولی مثل این که تو مریض خونه سلامت کار میکنه. خب حالا چیکار کنیم؟ اول باز بریم بیمارستان سلامت، شاید بتونیم آدرس خونه این دختره رو گیر بیاریم. خیلی خب بریم. بریم. خدا
موقع اومدی پیشم، زخمت خیلی بد بود. ناصر، تو به من قول داده بودی که دیگه دنبال این کارو نمیری. آخرش بود. احتیاج نداری، همه احتیاج دارن. این حرفا نیست، تو میتونی کمکم کنی که از این وضع خلاص بشم. میدونم، ولی بد جوری زخمی شدی، بهتره یه چند روزی همینجا باشی. نه نه، حتی یه دقیقه هم نمیتونم. واسه اینا چاقوت زدن؟ حالا کجا میخوای بری؟ هر جا بری اونا میان دوست. جاش برام فرقی نمی کنه، همینقدر می دونم که باید از اینجا دور بشم. پلیس چی؟ می خوای باهات بیام؟ وقتی جام قرص شد اون وقت می فرستم دنبالت. مثل اون دفعه؟ مثل دفعه پیش؟ ناصر، تو همیشه همینو بهم گفتی. می خوام برای اولین بار ازت، بهتره بری اینا رو پس بدی، به دلم بد اومده. اونا تو رو فلت نمی کنن. برو پیش پلیس، منم کمکت میکنم. ناصر، خواهش میکنم.
پلیس. یه دزدی جواهر پریشب اتفاق افتاده که من جاشو نمیدونم، ولی یکی از دزدا نامزد من بوده. الانم اومده راهن سراغ دوستش که کیف پیششه. چه کیفی خانم؟ کیف جواهرات. در زمین صورتش زخمیه، پیشونیش هم بسته. گفتین دزدی که اتفاق افتاده؟ سوار شدیم همینطور داره نرد میزن. ببین چشه چیزش نیست، خوابش میاد. خب بابا جون اگه خوابت میاد بگی تو بغل مامانت بخواب، آخه این که گرگه نداره. وقتی از خواب بیدار شدی واسه آب نبات بیخرم. بابا بابا بی ببینم بیا چطوری کچوتو بگیره شما قربونه دست یادت
که قبلا زخمی بوده. بله قربان. بلندش کن، این قطار داره میاد. دست قربان. موسم دل کندنه خنجر.